حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان، سلام به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. امروز میخوایم به یکی از حساس ترین، پرنفوذ ترین، قدرتمند ترین و مرموز ترین نیروهای نظامی ایران بپردازیم، یعنی نیروهایی که از شخص اول نظام محافظت میکنن، سپاه محافظان ولی امر. با ما تا پایان همراه باشید تا شما رو با این نیروهای ویژه آشنا بکنیم و کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. سپاه حفاظت ولی امر به عنوان یگان ویژه محافظت از رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله قدرتمندترین و پنهانترین نهادهای امنیتی در کشور به شمار میره. ماهیت حساس وظایف این یگان و عدم انتشار اطلاعات رسمی درباره اون فضایی از ابهام و گمانه‌زنی رو پیرامون قدرت و نفوذ سپاه حفاظت ولی امر به وجود آورده. با وجود فقدان اطلاعات دقیق، شواهد نشون میده که سپاه حفاظت ولی امر از نیروهای آموزش دیده و مجهز به بهترین تجهیزات نظامی برخوردار. این یگان به مدرن ترین سلاح‌ها، ادوات و فناوری‌های امنیتی دسترسی دارند و از طریق دوره‌های آموزش فشرده و گزینش‌های سختگیرانه برترین نیروهای نظامی را در اختیار دارند. وظایف اصلی سپاه حفاظت ولی امر محدود به حفاظت فیزیکی از رهبر و بیت رهبری. با این حال نفوذ این یگان به مراتب فراتر از این وظایف تصور میشه. بعضی از تحلیلگران معتقدند که سپاه حفاظت ولی امر در امور امنیتی سیاسی و اقتصادی هم صاحب نفوذه و در سطوح بالای تصمیم گیری نظام نقش آفرینی میکنه. سپاه حفاظت ولی امر به طور حتم با سایر نهادهای امنیتی و نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ارتباط نزدیکی داره. این تعاملات برای انجام وظایف حفاظتی به طور مؤثر و همچنین تامین امنیت رهبر و بیت رهبری ضروریه. فقدان شفافیت در عملکرد سپاه حفاظت ولی امر زمینه را برای گمانه‌زنی ها و انتقادات فراهم کرده. بعضی از منتقدان این یگان را به دخالت در امور سیاسی و اعمال قدرت غیر قانونی متهم می کنند. سپاه حفاظت ولی امر بدون شک از قدرتمندترین نهادهای امنیتی ایرانه. با این حال به دلیل ماهیت پنهان فعالیت های اون اطلاعات دقیقی از عمق قدرت و نفوذ این یگان در دسترس نیست. ابهامات و گمانه‌زنی ها پیرامون این یگان ضرورت شفاف افسوزی و پاسخگویی به افکار عمومی رو بیش از پیش آشکار میکنه. بعد از حادثه ترور ناموفق اکبر هاشمی رفسنجانی در خرداد 1358، آیت الله خمینی در یک پیام به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت حفاظت از جان مسئولین را واگذار کرد. با این حال از ابتدا حفاظت از رهبری جمهوری اسلامی توسط تشکیلات جداگانه‌ای صورت می‌گرفت و سراج‌الدین موسوی عضو دفتر امام خمینی به علاوه از بقیه مسئولیت‌ها این وظیفه را هم بر عهده داشت. همچنین مختار کلانتری، یکی از فرماندهان ارشد کمیته انقلاب اسلامی معاونت فرماندهی تیم حفاظت از آیت الله خمینی رو بر عهده داشت. پست نگهبانی سراح بیت که آخرین مرحله بازرسی جماران به حساب میاد، در این محدوده و بعد از بازرسی بدنی همه وسایل شخصی افراد گرفته میشد. به گفته محافظان تفاوتی بین ملاقات‌های عمومی و خصوصی در این زمینه وجود نداشت و همه باید بازرسی بدنی رو پشت سر می‌ذاشتن. در این پست 14 پاسدار به اجرای این وظیفه مشغول بودند. در این دوره فرماندهان از طریق دوربین‌های متعدد بر پست‌ها نظارت داشتند. تعداد محافظان و تجهیزات حفاظت از آیت الله خمینی نسبت به محافظت از آیت الله خامنه‌ای محدودتر بود. از سال 1368 لشکر حفاظت از شخصیت‌ها و حفاظت ولی امر تفکیک شده و سپاه حفاظت انصار الله المهدی تأسیس شد. لشکر ولی امر مسئول حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی بود و لشکر حفاظت انصار مأمور حفاظت از سایر مقامات بود. بعد از تبدیل لشکرهای سپاه به سپاه‌های استانی، اسم این دو لشکر هم به سپاه تغییر پیدا کرد. در محدوده دفتر رهبری دروازه‌های مختلفی وجود داره و حاضرین در دیدارهای او در چند مرحله بازرسی میشن. تجهیزاتی مثل دوربین‌های حرارتی توی حسینیه برای دیدارهای عمومی نصب میشه. محافظان در همه دیدارها از جمله دیدارهای خصوصی حضور دارن و حتی در نماز با رهبری در صف‌های نماز قرار میگیرن. این تدابیر علاوه بر جنبه‌های حفاظتی، اطمینان از سلامت او رو در طول نماز و دیدارها فراهم میکنه. دیدارهای عمومی رهبری با گروه‌های مختلف هم با دقت برنامه‌ریزی میشه و افراد انتخاب شده در ردیف‌های اول حضور پیدا می‌کنند. همچنین محافظان هم در بین حاضرین حضور پیدا می‌کنند.
در بین این موارد حضور رهبری در تهران، نماز جمعه، نماز عید فطر و سفرهای استانی هر کدوم قواعد خاص خودش رو داره. تیم حفاظت از مدتی قبل در هر دیدار محل حضور خودش رو چک میکنه و بعضی از اماکن رو پلم میکنن تا ورود و خروج افراد مشخص باشه. سفرهای استانی رهبری همچنین دارای قواعد خاصی هستند و از چند هفته پیش از سفر گروه پیشرو از پاسداران در استان مستقر میشه و هماهنگی موضوعات حفاظتی رو انجام میدن. در سالهای اخیر سفرهای استانی رهبری قطع شده و حضور او در مکانهای عمومی هم کاهش پیدا کرده. حتی بعضی از نمایشگاه‌ها هم در حسینیه امام خمینی برگزار میشه که این مکان به عنوان مقر رهبری خدمت میکنه. رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه دلیل کاهش حضور رهبری در نماز جمعه رو به موضوع حفاظت اشاره کرده بود. بر اساس گفته‌های تقوی رهبری فرمودن که من اگه بیام برای مردم زحمت ایجاد میشه، تیم حفاظت و انتظامات سخت میگیرن و در رفت و آمد مردم هم تأثیر گذاشته میشه. با این وجود وضعیت جسمی رهبری هم میتونه یکی از دلایل قطع سفرهای استانی و کاهش حضور در نماز جمعه باشه. هرچند که سپاه حفاظت ولی امر به عنوان یکی از اعضای سپاه که اخبار و اتفاقات اون به بیرون نمیرسه شناخته میشه، اما پسندازهای مربوط به برکناری حسین طائب بر این سپاه تأثیر گذاشته. بعد از برکناری حسین طائب اتفاقاتی بر سپاه ولی امر افتاده. در سال 1400 بعد از برکناری حسین مشروعی فر به عنوان جانشین ابراهیم جباری به سمت فرمانده سپاه حفاظت ولی امر مشخص شد که او قبلا حسن امامی معاون حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده. این تغییرات منجر به بروز هشدارها درباره ترور مقامات جمهوری اسلامی شده که توسط وزیر سابق اطلاعات صادر شده بود و برکناری حفاظت ولی امر به عنوان نشانه‌ای از نگرانی‌های جدی درباره ترور آیت الله خامنه‌ای تعبیر شد. این تغییرات معمولاً به دلیل درگیری‌های داخلی و نه نگرانی‌های امنیتی به وجود می‌آید. علی یونسی وزیر سابق اطلاعات روز سه‌شنبه 8 تیر 1400 نفوذ سازمان اطلاعات اسرائیل در ایران را به حدی عمیق توصیف کرده بود که همه مسئولان جمهوری اسلامی باید نگران جون خودشون باشند. در سال 1395 شهادت سرهنگ دوم پاسدار حسن اکبری از محافظان رهبری خبرساز شد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران اعلام کرد که حسن اکبری که از افسران آموزشی سپاه ولی امر بود به دلیل نقص فنی سلاح جون خودش را از دست داده. در همین حال باشگاه خبرنگاران جوان بخش خبری نزدیک به اطلاع سپاه در صدا و سیما با درج خبر شهادت حسن اکبری از او به عنوان یکی از محافظان نزدیک رهبر انقلاب یاد کرد. ممنون از اینکه تا پایان با این برنامه از آشی نیوز همراه بودید. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.